حقایق جالب و ناگفته های تکان دهنده در مورد ندا یاسی. در ادامه با سحر میدیا همراه باشید. لطفاً قبل از دیدن این ویدیو یادتان نرود ویدیوهای ما را لایک کرده و چنل سحر میدیا را سابسکرایب کنید. ندا یاسی متولد 21 بهمن سال 1368 می باشد. او در مناطق جنوبی کشور و در خانواده پر جمعیت متولد شده است. ندا یاسی در رشته مامایی تحصیل کرده و سپس به خارج از کشور مهاجرت می کند. او سپس با انتشار ویدیوهای در اینستاگرام مشهور می شود و حالا یک از شناخته ترین شاخه های مجازی است. در مورد اصالت ندا یاسی حرف های زیاد وجود دارد. حتی معتبرترین وبسایت های کشور هم اطلاعات غلطی به او منتشر کرده است. ندا یاسی نه متولد ایران و نه متولد افغانستان است. تمام اعضای خانواده او در ایران زندگی می کنند و مادرش هم توسط پدرش به قتل نرسیده است. بلکه زنده و سلامت هست. خودش میگوید متولد یک از شهرهای کوچک در ایران با 7 خواهر و برادر هستم و در یک خانواده پرسخت و ثروتمند متولد شدم. حقیقت این است که ندا و دوست پسرش که قصد مهاجرت غیر قانونی از ایران را داشتند و دنبال راه حلی بودند که بتوانند سیتیزن کشور مقصد را دریافت کنند. بعد از تحصیلات ابتدا به ترکیه رفتند و مدتی در کمپ پناهیده شدند تا اینکه توانستند اجازه اقامت کشور کانادا را به دست بیاورند. وای اعلام می کند که افغان هستم و به دلیل ناامنی در افغانستان مجبور به ترک کشورم شده ام. اما در اینجا ندا یاسی با مشکلات زیادی روبرو می شود که از سر انگشتش که در ایران ثبت شده است نمی تواند خودشان را افغانی ثبت کند. ندا یاسی می گوید مادرش افغان بوده و توسط پدرش به قتل رسیده، اما در ایران چون مادرش افغانی بوده و او شناسنامه نمی دهند. با طرح همچین داستان وای موفق می شود که شهروندی کانادا را دریافت کند. چندی بعد او با دوست پسرش از هم جدا می شود. ندا یاسی بعد از مهاجرت به کانادا از طرف خانواده اش ترک شد، اما آشنایی و نامزادی اش با یک ایرانی شد که طولی نکشید که از هم جدا شدند. ندا بعد از این رابطه درگیر یک حالت روحی اضطراب و افسردگی شدید شد. بعد از اتفاقات ناخوشایند با زندگی شخصی اش با حالت روحی که داشت تصمیم گرفت برای سرگرمی کردن خودش و فضای مجازی رو بیاورد.